روزگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. حق زنها بر شوهراشون. اگر بخوایم حق زنها بر شوهراشون رو در یک جمله خلاصه کنیم در سایه حدیثایی که براتون میخونم، فقط یه چیزه. فقط زنها بر مردها یک حق دارن. اون این است که مردها به زنها محبت کنن. با لطف و مهربانی و محبت با همسرانشون همراه باشن. دیگه حق دیگه ای زنها ندارن. و همه چی تو این جمع دیگه. حدیث اول رو ببینید. اگر که یک حقشون این است که مرد اگه پول داره باید به همسرش هم و به خانوادش هم خرج کنه، خسیس نباشه. متوجه هستید؟ این رو حدیث رو حضرت عایشه بر ما روایت کرده. میگه نشسته بودم که حضرت هند که شیعه بهش میگن جگرخوار، بنت عتبه بعد از اینکه مسلمان شده، همسر ابو سفیان، اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و گفت ای رسول خدا، ابو سفیان یک مرد به اصطلاح خسیسیه، اونقدری که پول داره اونقدر که باید به ما نفقه بده نمیده و برای بچه های من چی کار کنم؟ من از مالش میگیرم بدون علمش دیگه، حالا مسلمون شده نمیخواد کار نادرست بکنه، آیا من گناهکار میشم یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جوابش فرمودند خذی من ماله بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیک. شما گو اینقدر از مالش بگیر، پنهانی مشکل نداره، عیب نیست، ولی به معروف بگیری، یعنی به اندازه که لازم هست، یعنی هم چیزی که یعنی باید تو خونه خرج بشه، اون چون خصیصه تو حق داری پنهانی مالش رو بگیری به اندازه که لازمه، نه این است که دیگه غارت کنی. پس حق زن بر مرد این است که اگه پول داره بهش چی بده. یک حق زن دیگه بر مرد اینه که اگر یک خلقی داره، یک عادتی داره، یک صفتی داره که تو خوشت نمیاد، ازش فراری نباشی، چون که حتما یه صفت دیگه داره که خوبه. اینو من نگفتم، اینو پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که لا یفرق مؤمن مؤمنتن ان کره منها خلقا رضی منها آخر. میگه اگه یک صفت بدی داره یه صفت دیگه خوب داره، پس هیچ مؤمنی حق نداره که متنفر باشه از مؤمنه، یعنی از خانمش. پس باید مدارا کرد. هیچ کسی، هیچ انسانی کامل نیست. در خیالات زندگی نکنید. اگر در زن عیبی دیدید خوبیاش بیاد بیارید، تلخی دیدید شیرینیاش بیاد بیارید. ببینید باز در همون حال محبت میگرده. در حدیث بعدی میگه زنها سر شما فقط یه حق دارن، اون این است که خیر بهشون برسونی، باید کارهای خیر خوب برشون انجام بدی. این رو سلیمان ابن عمرو ابن الاحوص میگه که پدرم، یعنی عمرو ابن الاحوص میگه به من، میگه من در حجۃ الوداع با پیغمبر بودم، ایشون بعد از اینکه حمد خدا رو گفت و ستایش گفت و ذکر و وعظ کرد، به ما نصیحت و پند و اندرز داد، سپس میگه فرمود استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندكم اوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. میگه به شما وصیت میکنم، سفارش میکنم که به زنای خود خوش رفتاری کنید. اونا پیش شما اسیر هستن، چون مرد بر زن تسلط داره دیگه، بی اجازه شوهرش هم نمیتونه بره بیرون، یعنی باید اطاعت کنه. لیست هم لیکنه من هنشه غیر زال. میگه شما غیر از این هیچ حق دیگه سر زنا نداری، یعنی غیر از این که باید بهشون مهربانی بکنید. الا مگر در یه حالت حق دارید مهربانی نکنید. الا ان یاتین به فاحشه مبینه فان فعلن فاجروهن فی المزاج و ضربوهن ضربا غیر مبرح مبرح فان اتعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان لکم من نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فاما حقکم علی نسائکم فلا یوطئن فروشکم من تکرهون ولا یعزن فی بیوتکم لمن تکرهون علا و حقهن علیکم ان توسنو الیهن فی کسفتهن و طعامهن
فرمود شما باید بزن هیچ حقی سر زنان ندارید، اونا اسیر پیش شما هستن، فقط باید با اونا نیکی کنید، مگر در یه حالت حق دارید. اون چیه؟ که یک کار خیلی خیلی بد بزرگی انجام بدن. در این حالت شما این مراحل رو طی کنید، غر کنید باش، رخت خوابتون رو جدا کنید، اتاقتون رو جدا کنید، خونه رو نه. و اگه بازم آدم نشدن بزنید، ولی زدنی که آسیب نرسونه، یعنی زدنی که زخمی نکنه. میگه اگه اطاعت کردن که دیگه حقی سرشون ندارید. شما بر سر زنا حق دارید، زنا بر سر شما حق دارن. حق شما بر زنا این است که نباید کسی که شما دوست نداری در خانت بیاره، یعنی خونه اجازه نداره، مثلا حتی اگه فامیلش باشه، زرم باشه، عزیز زنی شما خوشت نمیاد، خانمت حق نداره بیاره خونه، ولو که فامیلش هم باشه. این حق شما هست، زن باید اطاعت شما رو بکنه. و حق زن به شما این است که با اونا نیکی کنید، نیکی کنید در لباس و غذا و هر چیز. پس فهمیدید باز نیکی شد. حالا من میدونم که این فمینیستا یا کسایی که اینقدر عمقی به مسئله فکر نمیکنن، مسئله زدن که اومد به اصطلاح شاخ در میارن، ولیکن همه حدیث های زدن اینجوری نیست. عبدالله ابن زمعه از روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر الیوم. یعنی باز مسئله محبته. میگه که تو نباش که صبح میری زنت میزنی، شب میشی میری باهاش میخوابی. معذرت میخوام، به این صورت سریع گفتم. اینجور میگه هیچ کدوم تو نکنید، محبتی باشه باید بین زن شوهر، حیوان که نیستید. این تفسیرش از منه. یعنی ببینید همه چیزها حول محبت میگرده. که چون بعضی دیگه، یکی اومده بود پیغمبر گفته بود که فلانی رو خواستگار رو بانه بگیرم، فرمود نگیرش چون اساس زمین نمیذاره، یعنی زنا رو میزنه. پیغمبر دوست نداشت این کارو بی دلیل، فقط در همون حالتی که شما کسی رو دوست نداری وارد خونت بشه، اون وارد خونه کنه میتونی بزنیش. و پیغمبر هرگز کسی رو نزده. اینه کی گفته؟ همسرش گفته، حضرت عایشه رضی الله عنها. ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم خادما له ولا امراه ولا ضرب بیده شیئا. میگه هرگز پیغمبر در عمرش نه نوکری رو زده نه زنی رو زده، اصلا هیچی رو با دستش نزده، یعنی حیوانم نزده، مگر در سبیل الله که جنگ بوده، اون دیگه جداست در راه خدا. ببینم باز همون چی هست. معاویه بن عیده رضی الله عنه میگه که گفتم یا رسول الله این زنا به ما سر ما چه حقی دارن؟ فرمود انتو امها ازا تیمت و تکسوها ازا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تغبه ولا تهجر الا فی البيت. گو حقش به شما این است که مثل خودتون باش رفتار کنید. پول پیش شماست، ولی اون به پول شما مساوی حق داره. اگر هر لباستون میپوشی به همون اندازه باید اونم بپوشه. یعنی الحمدلله که حالا مردا بیشتر برای زنا میدن و هر غذایی که میخوری اونم باید بخوره، یعنی مساویه دیگه در امکانات خانه. چون زنت هست حقش به اندازه توه. هرگز اگه میزنی، اگه مجبور به زدن شدی، در صورت نمیزنی. و هرگز بهش نگو زشت خو، خدا زشتت کنه یا زشت خو هستی. چون زن این که زنی که بزنی اینقدر ناراحت نمیشه که بهش بگی تو خوشگل نیستی یا زشت هستی، ناراحت میشه. و باش قهر نکن مگر در خانه. یعنی اگه قهر هم میکنی از خانه بیرون نرو تا فرصت داشته باشه که بیاد معذرت خواهی کنه اگه گناه اونه. ببینید همش دور محبت هست. اینجا زینب دختر پسر دختر ابی سلمه که مادرش ام سلمه رضی الله عنها ام المؤمنین بوده، مادرش براش میگه، قصه رو مادرش براش میگه. میگه که من عادت ماهانه با من اومد و با پیامبر در یک به اصطلاح بستر بودیم، در یک لاف زیر یک لاف بودیم. خب داره تعلیم میده دیگه چه عیب نداره. میگه من وقتی که عادت ماهانه به من اومد ناگهانی، رفتم بیرون از چی که پیامبر مثلا لباسش آلوده نشه، رفتم لباسم عوض کردم و حالا بر نگشتم. پیامبر فرمودن انافستی؟ آیا عادت ماهانه برات اومد؟ عرض کردم نه، بله یا رسول الله. فدعانی فادخلنی معه فی الخمیله. میگه به من گفت باز بیا، یعنی اینطور نیست که حالا تو حیض شدی مثلا چی، و با منو باز با هم در یک جا خوابیدیم زیر یک لاف. اینا زنای پیامبر بودن، با شیعه از اینا بد. میگه خدا هدایتشون کنه. خان همین دختر از مادرش روایت میکنه، میگه که مادرم به من گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان یقبلها و هو صائم.
میگه من میبوسید در حالی که روزه بود و کنتو حالا خانمش داره میگن، یعنی ام سلمه داره به دخترش میگه و کنتو حالا دختر بزرگه دیگه، و کنت اختصلو انا و النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اناء واحد من الجنابه، میگه در حالتی که جنوب بودیم من و پیامبر در یک ظرف، یعنی از یک ظرف مثلا از یک تشت آب میگرفتیم و به صلاح غسل جنابت میکردیم. میدونی چرا؟ چون بعض شنیدم، من نمیدونم حالا دقیقا، ولی شنیدم، جایی نخوندم، فکر کنم شنیده ای من درسته که مثلا یهودی ها که زناشون حیض میشد بیرون میکردن از اتاق، مثل که نجس باشه. پیامبر این رسم غلط رو، یا شاید اهل جاهلیت میکردن، نمیدونم، به هر حال پیغمبر این رسم غلط رو آورد، از جامعه برد. البته ببینید چقدر اسلام دقیقه که در این حالتی که زن عادت ماهانه داره نزدیکی بهش هم حرومه، یعنی نزدیکی، منظورم از نزدیکی همبستری باهاش حرومه. اونجا رو دقت کرده، اینجا رو هم دقت کرده. همین حدیث از عایشه ام المؤمنین روایت شده، عایشه هم زن پیامبر بود دیگه، ام المؤمنین حمیرا، میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقبلها و هو صائم، میبوسیدش در حالی که، میگه من میبوسید در حالی که روزه بود. بعضی میگن چرا زنای پیغمبر این حرفا رو رسوندن؟ خب اونا معلم ما هستن دیگه، ما باید بدونیم که اتفاقا در زمان، شنیدم در زمان حضرت عمر این اتفاق افتاد که یکی اومد پرسید از امیرالمومنین عمر که آیا آدم روزه‌دار میتونه همسرش رو ببوسه؟ گفت اینا رو برید دیگه از زنای پیغمبر بپرسید، یعنی اینا رو ما خب سنت پیامبر دیگه باید ما پیروی کنیم. در این حدیث ببینید که حضرت پیامبر چطور با حضرت عایشه رفتار کرده. عایشه رضی الله عنها میفرماد که والله قسم به خدا لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقوم علی باب حجرتی والحبشة یلعبون بجرابهم فی المسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم یسترنی بردائه لکی انظر الی لعبهم ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا التي انصرف فاقدر قدر الجاريه الحديثه السن حريصه على اللحف. فرمودن که قسم به خدا که در جلوی مسجد، مسجد میگه چیا بازی میکردن، حبشه گروهی بودن مثلا، مثل که حالا معرکه میگیرن، میگه به اونا تیراندازی میکردن برای تفریح، مردمم تماشا میکردن. میگه منم دوست داشتم تماشا کنم. پیغمبر میگه منو آورد جلو و خودشو با منو با عبایش پوشوند که مثلا حجابم رعایت بشه و وایستاد تا من خودم خسته شدم، یعنی خودش میگه دوست نداشت نگاه کنه. خب میدونست که مثلا سن من کمه، نگاه من تا که من خسته نمیشدم پیغمبرم با من وام ایستاد به خاطر من. و باز حضرت عایشه میگه که ببینید از پیغمبر یاد بگیرید، اگر زن جوانی دارید رعایتشو بکنید که به اصطلاح خواهش‌های او مثلا تفریحات او با شما فرق داره و اونا دوست دارن مثلا لهو و لهیب و بازی رو. میگه پیامبر به خاطر من این کارو میکرد. ببینید تمام حدیث همون که اول که گفتم دور محبت و همسر میگرده، دور محبت و همسر، و زنهای چی دیگه نمیخوان، این محبت میخوان، متوجه هستید؟ اینجا یک حدیثی هست که روز به یکی در اروپا بود گفتم، میگه اگه این در اینجا بگی سرت میبرن، در حالی که به نفع زناست، عقل نیست دیگه. و باز همون آدم به من گفت که به یک زن یک مقاله نوشته که آقا شما این کارا رو میکنید مرد اصلا زن نمیگیره. خب از یه طرف زن مفت مجونی کردن، زنا منا که پیششون حرام نیست، از یه طرف هم یه حقوقی به زن دادن که مرد از ازدواج رم میکنه. اما حالا حدیث ببینید، حدیث اینه فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ظلء وان اعوج شيئا في الظلء اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. حدیث اینه که زنها مثل مردها خلق نشدن، زنها از دنده کج خلق شدن، یعنی کج هستن، عیبی دارن، اگه بخوای راستش کنی میشکنه. پیامبر میفرماد پس همونطور اگه نخواهی راستش به اصطلاح همونطور ولش کنی خب دو کجه، دنده است دیگه. و پس با زنان رو خوش رفتاری کنید، یعنی همینطور با همین عادتش با این خلقش قبولش کنید، این به نفع زن است دیگه. یعنی اگر از عیبی دیدید ازش بگذرید یا با لطف سعی کنید درست کنید، چون که زن مثل مرد نیست. یک اشتباهی بزرگی که بعضی مردم فکر میکنن این است که زن و مرد یه چیز هستن، نه، دو تا خلقت جدا هستن، خواهشاشون جداست، عادتاشون جداست،
و زن به اصطلاح اگر اشتباهی کرد که گاهی میبینیم اشتباهات وحشتناکی هم میکنن، این حدیث یادتون بیاد، این به نفع زن هست یا به نفعشون نیست، طبعا به نفعشونه، گذشت کنید. بهترین مؤمن همون اخلاق نیکه دیگه. ابو هریره روایت میکنه رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. میگه بهترین مؤمن اون است که اخلاقش خوب باشه. بهترین شما، به صحابه داره میگه، بهترین شما نمیگه کسی که جهاد میکنه یا نماز یاد میخونه یا روزه میگیره یا انفاق میکنه، بهترین شما کسی است که برای زناش بهتر باشه، یعنی خوش اخلاق باشه، زناش خوشحال باشن ازش، همسرش، یعنی عبادت. این میبینی همش دور محبت به همسران هستش. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن انک لن تنفق نفقه تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمه ترفعها الى فيه امراتك. شما میگه در خلاصه این حدیث در مورد انفاق است، ولی معنیش این است که شما حتی غذایی که به همسرتون میدید در این اجر میگیرید. یادتون باشه که تمام کارهایی که شما میکنید از اخلاق و خوش اخلاقی و دیگه اجر است، و اجر به همسر دادن بیشتره از انفاق در مثلا به گدا. ابو هریره روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دینار انفقت او فی سبیل الله و دینار انفقت او فی رقبه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقت او علی اهلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اهلک. میگه تو 4 تا دینار داری، یکیشو مثلا در راه خدا میدی، یکیشو مثلا در راه جهاد، یکیشو میدی یک اسیر رو آزاد میکنی، یکیشو میدی به یک آدم بیچاره فقیر رو ندار، یکی از این دینارا رو به همسرت میدی. اونی که بیش از همه پیش خدا اجر داره اون است که به همسرت دادی، به اهل بیتت دادی. میبینین؟ و حدیث آخر که باز همه رو توش جمع کردی که ببینید که مسئله با لطف و همسر زنا و یعنی پیامبر که مردی بود که هم پیامبر بود هم پادشاه بود، یک لحظه بیکار نبود، ولیکن چون میدونست که تا زندگی خانوادگی درست نباشه زندگی بیرون درست نمیشه، حق زنا رو ادا میکرد. شما نگاه کنید که حضرت عایشه چی میگه، این حدیث ده زنای دیگه هم گفتن. عایشه رضی الله عنها روایت میکنه ام المؤمنین مادر ما ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیؤتا بالاناء فاشرب منه و انا حائز ثم یاخذه فیذا وفاه علی موزفیه و این کنت لآخذ الارق فاکل منه ثم یاخذه فیذا وفاه علی موزفیه. بله موزفیه. عرض به حضورتون که پیامبر میگه که بر من میگه در حالت ما عادت ماهانه بودم، میگه که بر من به من چی می آوردن؟ مثلا شربت می آوردن، آب بود، شیر بود یا هر چی. میگه من می خوردم، بقیهش پیغمبر می گرفت از همون جایی که من لب گذاشته بودم، داره همون لیوان، همون جایی که لب من گذاشته بودم، یعنی اون لیوان می چرخوند به جایی که مثلا من لب گذاشته بودم رو اونجا، از همون جا چی می خورد، از همون جای لیوان نوشابه رو یا نوشیدنی رو می نوشید. یا مثلا میگه من استخوانی رو که گوشتی بر می داشتم، استخوانی که گوشت داشت و کمی میخوردم، مثلا باز که زمین میذاشتم پیغمبر برمیداشت از همون جایی که من خوردم میخورد. برای چی؟ برای اینکه به همسرش نشون بده که خیلی دوستش داره، به همسرش نشون بده که خیلی... ببین تا عایشه یاد نبرد، 50 سال بعد از مرگ وفات پیغمبر زنده بود، ولی این جمله این کارش از یاد نبرد و به دیگران رسوند که یاد بگیرن. الله به ما و شما توفیق بده که در رفتار به همسرانمون از پیغمبر محبوب الله، از پیغمبری که بهترین هدایتگره، از پیغمبری که معلم است پیروی کنیم. الله نگهدار همه شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.